ساعت 11:20 بامداد روز سه‌شنبه 20 مهر ماه 1350 پاسارگاد ایران. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولایت عهد همکنون به پاسارگاد تشریف فرما شدند و در جایگاه مخصوص نزول اجلال فرمودند. ملتی بزرگ با سرافرازی و شادمانی فراوان 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن می‌گیرد. آفتاب درخشان ایران مانند همیشه فروزندگی ویژه‌ای دارد. سکوت و انتظاری خاص در پاسارگاد فرمان رواست. آرامگاه کوروش بزرگ در این سکوت و انتظار بیش از همیشه شکوهمند می نماید. کوروش هخامنشی بنیانگذار شاهنشاهی ایران نخستین کسی است که آزادی و برابری جهانیان را اعلام نمود. اینک شاهنشاه آریامهر به سوی آرامگاه کوروش گام برمی‌دارد. همه خاموش و با دقت ناظر این برنامه پرشکوه تاریخی هستند. نسیمی که نرم نرم می‌وزد پرچم‌ها را به اهتزاز می‌آورد و به این سکوت جذبه ای توصیف ناپذیر می‌بخشد. اکنون ساعت 11:30 بامداد است. دلها در سینه ها می‌تپد. لحظات به سنگینی می‌گذرد. لحظاتی سرشار از سرافرازی. در این لحظه تاریخی نه تنها مردمی که در پاسارگاد گرد آمدند بلکه همه جهانیان مشتاق آنند که بدانند چگونه شاهنشاه آریامهر از نخستین بنیانگذار شاهنشاهی ایران کوروش بزرگ هخامنشی تجلیل می‌فرماید. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، کوروش به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده‌اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد.
و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی هم با دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. و در همه این مدت علارغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمان‌های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.